درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. نه اینکه مردم شما در تحریم باشن، بعد به قول مرحوم آقای کیومرث پور احمد مقامات برای بواسیرشون برن لندن. این فرد که از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای به خاطر نگه داشتن مردم در بدترین وضعیت اقتصادی انتقاد می‌کند و می‌گوید آنها خودشان و فرزندانشان برای درمان بواسیر و ناباروری به لندن می‌روند، مهدی نصیری نام دارد. برای نازاییشون فرزندانشون برن لندن میلیون‌ها دلار اونجا هزینه کنن. شعب ابی طالب که اینجوری نبود که. آقازاده‌های شما ثروت‌های نجومی از این تحریم مردم به جیب بزنن. این شعب ابی طالب این بود. مهدی نصیری زمانی از نزدیکان علی خامنه‌ای بود. نصیری فارغ التحصیل حوزه علمیه قم و نجف است که از سال 1370 تا 74 با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدیر مسئول روزنامه کیهان بود. اینجا ثابت شده و روشن شده که همه اختیارات تو این کشور تو همه ابعاد بیش از 90% دست ولایت مطلقه فقیه در همه عرصه ها. نصیری از سال 74 تا 76 هم در کلاس‌های درس حوزوی خامنه‌ای شرکت کرده، یعنی یکی از شاگردان او بوده. مهدی نصیری در سالهای پس از آن نیز به حکم خامنه‌ای در ستاد ائمه نماز جمعه و در دفتر نمایندگی ولی فقیه سمت‌هایی داشته. مهدی نصیری در این بین به یکی از منتقدان اصلی علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده و در سیاست خارجی تصریح شده است که رهبری است که سیاست خارجی را تعیین می‌کنه، دیگران کاری نیستند. بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد. یکی از تاکتیک‌های علی خامنه‌ای برای حفظ قداست خود و نظامش در مقابل هوادارانش این بوده که در پشت پرده مخفی شود و وانمود کند کشور توسط مسئولان دولتی اداره می‌شود و مسئولیت همه اشتباهات و فجایع و بحران‌ها بر عهده این افراد است. اگر آقای ظریف خطایی کرده باشه، دولت خطایی که هر خطای اینجا صورت گرفته باشه، اگه بد مذاکره کرده باشن، اگر برجام را نخوانده باشن، او مسئول سیاست خارجی، او باید پاسخ بگه. او مسئول، ما نمیتونیم سلب مسئولیت در واقع کنیم و اینا دیگه همش حاشیه پردازی است. چه منافع ملی؟ منافع ملی با ایدئولوژی دست به دست هم داده. این اوضاع کشوره، این تورم شماست، این گرانی شماست، این فقر، این فلاکت. واقعا منافع ملی تأمین شده؟ منافع ملی تأمین شده؟ این سیاست ورزی شما، او تو سیاست خارجیش، این تو سیاست داخلی، این در مسئله حجاب، کدام منافع ملی؟ مهدی نصیری که خود از نزدیکان و حامیان علی خامنه‌ای بوده امروز میگوید خامنه‌ای در کوچکترین مسائل کشور حتی یک برنامه تلویزیونی و بودن یا نبودن یک مجری تلویزیونی هم دخالت میکند و دستور صادر میکند. مگه سیاست خارجی کشور دست رهبری نیست؟ مگه رسما ایشون اعلام نکردن که سیاست خارجی را رهبری ابلاغ میکنه؟ ایشون گوشه چشمشون کافی بود برای اینکه سفیر بره چین. سیاست کلی رو رهبر، کلی و جزئی. رهبر در جزئیات همه مسائل خارجی و داخلی، حتی راجب یه مجری، راجب یه میزگر تلویزیونی دخالت میکنه. مهدی نصیری در بخش دیگری از اظهاراتش افشا میکند مجری مورد نظر او عادل فردوسی پور بوده که به دستور علی خامنه‌ای از برنامه 90 و صدا و سیما کنار گذاشته شده. آقای فردوسی پور در جلسه اونجا صحبت میشه، گفته میشه ایشون اظهار عدم رضایت میکنن، مدیر شبکه سوم میرن با آقای فردوسی پور برخورد میکنن. خب اگه این نبوده یه اشارتی بفرمایند تا آقای فردوسی پور که اینقدر طرفدار داره برگرده. نصیری در ادامه برقراری رابطه با عربستان سعودی و تغییر نام خیابان باقرنمر در تهران را اوج ذلت خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی قلمداد می‌کند. من از عزت کردن، کدام عزت؟ شما عزیزید، مردم ایران عزیزن. پایین آوردن تابلو شیخ نمر اوج ذلتتان بود، اوج ذلت.
8 سال ستیز غیر عاقلانه به خاطر شهوت بعضی از آدم‌ها و بعضی از جریانات ذلیل شدید. او شعارهایی که راجع به شیخ نمر دادید، شهید، شهادت، رفتید آوردید پایین. مگه عزت و ذلت چیز عجیب و غریبیه؟ و بیش از این به ذلت تن خواهید داد. هی گفتید گاو شیرده، حالا رفتید با این گاو شیرده بعد از 8 سال چقدر خصومت‌های بی حاصل، زیانبار به بهای مرگ هزاران نفر در جنگ یمن رفتید با این گاو شیرده رفیق شدید. هیئتشون اومده ایران، هیئت او رفته صنعا. باقر النمر روحانی شیعه‌ای بود که توسط عربستان سعودی به اتهام فعالیت‌های تروریستی اعدام شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شیخ نمر را شهید نامید و گفت خون او دامن حکومت عربستان را خواهد گرفت. این را انسان به قتل برسانه، شهید کنه این رو، این واقعا جنایت. مهدی نصیری حتی در ادامه علی خامنه‌ای را شهوتران می‌خواند و می‌گوید او مسئول کشته شدن هزاران انسان از جمله تعداد زیادی کودک در یمن است. به خاطر شهوت و عدم فهم آنها هزاران بچه و غیر بچه اونجا تو اون جنگ کشته بشن. و این اشاره‌ای که امروز کردن، اگر 5 سال پیش می‌کردن، اگر 6 سال پیش می‌کردن، این جنگ متوقف می‌شد. کی باید پاسخ این خونها را باید بده؟ نصیری در ادامه تبلیغات جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای در زمینه پیشرفت‌های نظامی و صدور سلاح را هم زیر سوال می‌برد و می‌گوید هیچ یک از اینها نشانه ابرقدرت بودن جمهوری اسلامی نیست و نمی‌تواند مانع از فروپاشی حکومت شود. رهبری نظام متخصصن به این معنی که شما میگید؟ آی رئیسی متخصصن؟ این چه فرمایشی است که شما میگید؟ مگه آقایونی که او آقایی که کل سیاست خارجی دستشونه و همه چی دست ایشونه و هیچ کس و هیچ نهادی اراده‌ای در مقابل او نداره، ایشون متخصص روابط بین المللن؟ مگه آقای رئیسی متخصص روابط بین الملله؟ آقای باقری رئیس هیئت مذاکره کنندگان تحصیلاتشون روابط بین الملل بوده؟ آقای عبداللهیان متخصص روابط بین الملل هستند؟ ببینید واقعا تو کدام مدرک سیاسی، درس سیاسی گفته میشه که اگر یک کشوری بتونه اسلحه صادر کنه و بفروشه او قدر قدرته و قدرتمنده و عزت داره؟ دیگه ما بالاتر از شوروی داشتیم در تولید سلاح و فروش سلاح و اصلا جهانگیری. شوروی نصف دنیا را گرفت و سقوط کرد به دلیل اینکه 3 عامل دیگر یا 2 عامل جدی دیگر قدرت را نداشت، که اقتصاد و دیگری دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک و دیگری حمایت مردمی، که حالا اینا میشه ذیل یک عنوان در واقع گنجانید. واقعا پهباد فروختن به اوکراین نشانه عزت. خب چرا رهبری این عزت را تکذیب کردن؟ برای چی تکذیب کردن؟ اینکه عزت بود که، برای چی تکذیب کردن؟ شما که خسارت نمیبینید، زندگیاتون خسارت نمیبینه. فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملیتون که تو اینجا قصه نقش اول داره، صادر کننده اول نفت ایران هست. 40% نفت ایران را صادر میکنه. روزی 1 میلیون دلار سود میبره پسر آقای شمخانی. برای شما چه مشکلی داره؟ این سیاست خارجی سرشار از نعمت بوده برای شما و برای آقازاده هاتون، برای وابسته هاتون. میگن امریکایی ها تحریم کردن. شما که بارها بزرگان گفتن که تحریم نعمت بود، ما با تحریم شکوفا شدیم، دست بردارید از این تناقض‌گویی ها. وقتی که سیاست میشه ایدئولوژیک، از مدار عقلانیت و خرد خارج میشه، وضعیتش اینه. یک ماجرای خیلی عجیب، بدترین وجه این سیاست ایدئولوژیک، نگاه آخرالزمانی. امریکا در حال افوله. عزیز من، مگه پیشگویید؟ مگه جادوگرید؟ برید صحبت‌های رهبری راجبه اوکراین ببینید. وقتی این یک اتفاق مهم است در تاریخ، قرار است یک اتفاق مهم بیفتد،
قرار است چه شود و چه شود و چه شود. بعد اظهارات بعد هم ببینید که اعلام رسمی این که ما حمایت نمی کنیم، ما سلاح نمی فرستیم، ما دخالت نمی کنیم. ما در آستانه پیچ تاریخی هستیم. دست بردارید از این شیادی ها به نام سیاست و این بساط را بر مردم تحمیل کردید. شما فکر میکنید که امریکایی ها مثلا خیلی سادن و میخوان برجام را با شما بپذیرن، همه مزایای اقتصادی به شما بدن، اصلا هم خاطرشون از این جمع نشه که شما دنبال سلاح هسته ای نیستین و بعد همه چیز شما هم به همون روندتون ادامه بدید، به یمن پهباد بدید، موشک بدید که آرامکو بزنه، منافع اقتصادی و نفتی امریکای توی منطقه ویران کنه، بعدم برجام بپذیره، شما هم بگید به بعد توافق خوبی شد مثلا. این که نمیشه که. ببینید خیلی مسئله روشنه که دنیا، نه تنها امریکایی ها، چینی ها هم با یک ماجراجوی مداخلگر در منطقه و موشک پرتاب کن و پهباد پرتاب کن و زدن آرامکو موافق نیست و بهتون نشون داد و ثابت کرد و درس سیاست داد با آقای رئیسی و به ایران. آقای رئیسی اونجا خواستن گفتن جناب پرزیدنت، ما 500 میلیارد دلار در عربستان سرمایه گذاری میخوایم کنیم، همین رقم ها میخوایم با شما سرمایه گذاری کنیم. این که نمیشه که شما میخوایید سیاست منطقه ایتونه داشته باشید، به حوثی های یمن موشک بدید، پهباد بدید، آرامکو بزنه، منافع ما در خطر بیفته. اگر میخواید با ما کار کنید، اگر به امید ما میخواید بیایید، اگر به امید نمیدونم شانگها هستید، باید عاقل و خردمندانه باید سیاست ورزی کنید. و دیگه توی مطرح هم شد دیگه که دو تا کشور اسلامیه، باید یک رئیس جمهور ملحد او بیاد جمع کنه. البته عربستانی ها همیشه آماده بودن سر یه میز و متقاعد کنن که برید با هم روابط برقرار کنید. آقایون در یک استیصال سیاسی ناشی از جنبش مهسا و یک استیصال اقتصادی اون زهر احلام نلعسل را نوشیدن و اومدن و رفتن با عربستان وارد مذاکره شدن. باید پیش برید، همین روند باید با امریکا پیش برید، با غرب پیش برید. پیش نرید همین وضعیتی که هست و من معتقدم پیش خواهند رفت و اونجا هم میپذیرن و تابلوهای دیگری هم پایین میارن و انشاءالله سفارتخانه های دو کشور امریکا ایران هم در پایتخت ها گشوده میشه. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.